ایالات متحده آمریکا تصمیم به محدود کردن اختیارات رؤسای جمهور خود گرفته است. در همین راستا مجلس نمایندگان ایالات متحده لایه ای را تصویب کرده که اختیارات رؤسای جمهور این کشور را در اعمال ممنوعیت سفر بر اساس دین افراد محدود می کند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. یکی از جنجالی ترین و ضد دینی ترین تصمیم و اقدام های صورت گرفته توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا دستور ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا بود اما اکنون در آمریکا تصمیم بران شده که اختیارات رؤسای جمهور محدود شود بر همین اساس لایحه‌ای در دستور کار قرار گرفته است این لایحه پاسخی به قانون ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکاست که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شد این لایحه که برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس سنای آمریکا تصویب شود به تازگی با 218 رأی موافق و 208 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد هرچند لایحه مذکور با اختلافی بسیار ناچیز تصویب شد اما این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا از طرف مدافعان حقوق مدنی با عنوان یک گام بزرگ به جلو مورد استقبال قرار گرفت در همین راستا مدیه احسین، مشاور یک گروه حقوق مدنی در آمریکا به عنوان سازمان وکلای مدافع مسلمان گفت قانون ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا خانواده ها را از هم جدا کرده و زندگی بسیاری را برای چند سال به حالت تعلیق درآورد. وی تأکید کرد این قانون ضد بشری با برچسب زدن به مسلمانان، آفریقایی ها و دیگر افراد به عنوان تهدید خارجی بود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ رئیس جمهوری نمیتواند ممنوعیت های تبعیض آمیز را بار دیگر اعمال کند و با تصویب این قانون ما یک گام بزرگ به جلو برمیداریم. ترامپ اندکی پس از روی کار آمدن در سال 2017 با وجود اعتراض و محکومیت گسترده داخلی و خارجی قانون ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا را صادر کرد با وجود اینکه دادگاه های آمریکا دوبار آن را لغو کردند سرانجام در سال 2018 این قانون توسط دادگاه عالی آمریکا تایید شد این ممنوعیت در ابتدا بیشتر برای افرادی که از سوریه ایران، یمن، سومالی و لیبی و همچنین از کره شمالی و ونزوئلا قصد سفر به ایالات متحده را داشتن اعمال شد. در سال 2020 ترام این قانون را گسترش داد و اتباع میانمار، اریتره، قرقیزستان، نیجریه، سودان و تانزانیا نیز مشمول این قانون شدند. جو بایدن قانون ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا را به همراه یک دستور اجرایی در اولین روز ریاست جمهوری خود لغو کرد